يا بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله بحث فکر و تحقیق در پنج ساله که قسمت عمده شو هفته پیش صحبت کردیم، در اینجا بعد از اون که به طور ضمنی بین انسان و حیوان مشترکاتشون رو فرمودن که کودک انسان از اول که به دنیا میاد مانند سایر حیواناته، ولی به تدریج تکامل پیدا میکنه. البته مانند سایر حیوانات که فرمودن از همه جهت نیست، کما اینکه دیدین بعضی حیوانات نوزادشون که میاد نیازی به دیگری نداره، خودش راه میفته. ولی کودک انسان نیاز داره.
دقت کرده باشید در حیوانات، بسیاری از حیوانات اینا از همون اول که کودک به دنیا میاد کسی یادش نمیده که چه کار کن. اون فقط خداوند درش این خصلت رو آفریده که گریه کنه. گریه که کرد، صدای گریه هر کودکی امروز این آزمایشاتی که میکنن یا خود ما رو روشن‌تر کردیم. اون امواجی، اون به اصطلاح نوت‌هایی که این گریه کودک داره مادرش رو بیدار میکنه خود به خود، اگر هم خواب باشه. دیده شده مادر، یعنی همیشه اینجور بوده، با غالباً مادرانی که خیلی بدخواب هم هستن، یعنی هر کار بکنن دیگه بیدار نمیشن، از صدای گریه کودکشون بیدار میشن. این خداوند در هر دو، هم در کودک انسان هم در نوزاد سایر حیوانات، چه اونهایی که خودش مستقلن و چه اونهایی که مستقل نیستن، غریزه آفریده. غریزه تقدیر پذیر نیست، تکامل پذیر هم نیست. وسایل اعمال غریزه تفاوت میکنه. غریزه حب ذات در همه جانداران هست، ولی فرق میکنه. در انسان هم هست، در حیوانات از اولی که خلقت بوده است گرگ رو خداوند با این خصلت آفریده که حمله کنه و حیوانات بدره بخوره. تفاوتی نکردیم. انسان رو هم از اول که آفریده، انسان ها در جنگل دنیا بودن، بعد حیوان شکار میکردن، بهش اجازه داده که از درخت هم استفاده کنه. ولی تکامل پیدا کرده این وسیله اعمال غریزه. اما در انسان چون غریزه نیست همیشه، خداوند عقل اضافه کرده بهش. عقل رو به این عقلی که ما میگیم که میفرماین فکر پایان بین، این فکر پایان بین در حیوانات نیست. خداوند از اونجا که به بشر رو فرموده است انی جاعلن فی الارض خلیفه، در زمین خلیفه آفریدم، می آفرینم، یعنی اون قدرت، یه مقداری از قدرتش خداوند میده به این خلیفه که بتونه کار کنه. این خلیفه یه جای دیگه هم فرموده است که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در زمین هست مسخر شما کرده. اینه که میبینی حیوان، انسان گرگ رو میتواند، حالا گرگ مثال زدم، نه گرگ میتواند تقدیرش بده، نه بر حسب غریزش. غریزش رو عوض نمیتونه بکنه، ولی وسایلی که به کار میبره برای غریزه عوض میکنه. این قدرت است که خداوند به بشر داده، هیچ حیوان دیگری نمیتونه این کار بکنه. حیوان ها عوض میشن به شرط تربیتی که انسان بکنه. انسان به اعتبار
بعد همینجور که بزرگ میشه اون در حیوان ثابت میمونه. در حیوان فرقی نمیکنه، ولی انسان به تدریج که بزرگتر شد فکرش هم به واسطه این که بدنش بزرگتر شده رشد پیدا کرده و هم به واسطه تجربه یه مسائل جدیدی رو میتونه درک میتونه چیز کنه درک کنه. حیوانات این مسئله به اصطلاح تربیت حیوانات از قدیم هم بوده. شما میبینید که فیل به این از درشته که اگر یک فوت بکنه به اصطلاح بشر میفته رام بشر شده. حیوانات دیگه خود خداوندم فرموده است اینا را آفریدم برای شما. منتها در حیوان از اول فقط غریزه است، عقل و فکر نیست. در انسان این فکر پایان بین این کار رو میکنه. فکر پایان بین کمکی است برای عقل. عقل دنبال اینه که ببینه بعداً چه خواهد شد، برای خودش بعداً چه خواهد شد. تعریفی که از عقل در علوم شرعی میکنن نه در چیز میگوین که از عقل ما این که اینجا فرمودن عقل رو از عقل ما عبد به الرحمن وقتوس و به الجنان. عقل اون چیزیست که به واسطه او بهشت رو به دست میاریم، یعنی با عبادت خداوند. این تکاملیست که بین انسان و حیوان هست. بعد به همین طریق فرمودم که خب تکامل پیدا میکنه انسان. اول در خود کودک خود خودمون امتحان کنیم. از کوچکی که بزرگ میشه اول پایان بینیش اون پایان فرداست. یه میوه فرض کنید بشمدید، یه چیزی بشمدید کودک کوچک، این وقتی بدونه که این دیگه فردا نیست یک کمیشو نگه میداره برای فردا. پایانی که این میبینه فرداست. هرچه بزرگتر بشه پایانش بهتر میشه، بیش دورتر میشه. وقتی مدرسه رفت پایانش پایان مدرسه است. فکر میکنه که درس میخونه برای چی؟ برای اینکه آخر سال مثلا نمره بگیره و پدر و مادرش رو هم خوشحال کنه، مثلا جایزه بگیره خودش هم. پایانی که میبینه پایان چیزی. ولی هر دو این مشترکه که هر که اینها پایان بینن، منتها پایانشون فرق میکنه. مثل اینکه ما در چشم ها دید معمولی فرق میکنه، یه چشمی تا 10 متری میبینه، یه چشمی 15 متری، یه چشمی 200 متری. این پایان بینی این هاست، پایان بینی انسان هاست که او رو با حیوانات متفاوت کرده. و بنابراین هرچه پایان بینیش بیشتر باشه از حیوانیت
دورتر شدیم. همچنین یکی از این برای روش است که انتخاب میکنه که پایان میبینه چجوره. ولی از این که فکرش وای نمیسته یه جایی. هوا گرمه میره در سرداب یا زیر کوله. هوا سرده لباس میپوشه. این استفاده از این فکر میکنه. از این هم همینجور فکرش تکامل پیدا میکنه. بالاخره فکر میکنه خودش که فکر چیه. من فکر این گفته ای که مشهوره که من فکر میکنم پس هستم که جمله فرانسهش مشهور شده. به خود فکر فکر میکنه که چیه. از اینجا به کم کم پی میبره به این که خودش چجوری اومده، از کجا اومده، برای چی اومده. این شعری که در این آخر مرحوم فرمودم گویای این نبی. از کجا اومدم، آمدنم بهر چی بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم، وطنم کجاست. البته اینجا اون مرحله سر دوراهی خطرناکی، خطرناک از این نظر که نباید در همین جا بمونه، به هزار راه چیز فکر کنه و این که واقعا از کجا اومده چی بوده. این نوع از اینجا راه پیدا میبره به این که غیر از اون خلقت معمولی که بدن براش آفریدن یه چیز دیگه ای داره. آدمی سرام
که پریدم آن دوبار
بسم الله الرحمن الرحیم. از جهت تبریح ارواح مطهره مقدسه جمیع انبیاء و اولیاء، خصوصا حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی و ائمه علوم فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین و جمیع مشایخ ائمه اثناعشر علیهم السلام، و از جهت ظهور و خروج حضرت صاحب الامر و العصر و الزمان محمد انس و جان و قاتل برهان و خلیفت الرحمن عجل الله تعالی فرجه، و از جهت ازدیاد قوت ظاهر و باطن جمیع راهنمایان دین، و از جهت ذکر دوام و فکر مدام جمیع اهل سلوک، و ازدیاد ذوق و شوق و اصلاح امور ظاهری و باطنی و گشایش صوری و معنوی فقراء نعمت اللهی سلطان علی شاهی الخاتم.